دین اینو مفروض میگیرن که اصل وحی و نبوت و بعثت دروغه. بعد میام بحث میکنیم ببینیم حالا این دروغی که ادعا شده و به هر صورت ادعا شده این چه نتایجی داره و چجوری باید باش مواجه شد. دقت میکنید؟ و عرض کردم راه حلش اینه، پادزهرش هم اینه که شما باید فوری اون سوال رو به سوالات واقعی، یعنی به اجزاء خودش تجزیه کنید و تک تک سوالات رو مستقلا جواب بدید. تا سوالات ساده جواب نگیرن سراغ سوالات مرکب نباید رفت. خب من نکات دیگه هم خواستم خدمتتون عرض کنم در باب مسئله نبوت، ولی چون وقت ما رو به پایانه، با بعضی از روایات که از پیامبر اکرم خدمتتون عرض میگم، بعضی از اون خدمات دسته دوم رو که خدمات حقوقی و انسانی است به جامعه بشری، اونا رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید پیامبر اکرم برخلاف کاهنان و ساحران و شاعران که دنبال مرید و حق و زحمه و عرض شد که امتیاز و صله و اینجور چیزا بودن، دقیقا برخلافش عمل کردن. حتی دنبال مرید شخصی هم نبودن، دنبال عبد خدا ساختن بودن، نه مرید من و عبد من بودن. درست برخلاف این کسانی که با هر بهانه‌ای باید به طور طبیعی بازارگرمی بکنن، ولو با زبان شاعرانه و مجازی، پیامبر اکرم و پیامبران درست برخلاف این عمل کردن. اولا شعار همه پیامبران این جمله بود که در قرآن کریم بارها ذکر شده که لا اسألکم علیه اجرا، من بابت این زحمات و مجاهدت ها از شما مردم کمترین پاداشی نمیخواهم. دنبال یه چیزی برای خودم نیستم، دنبال مرید درست کردنی که با پارو حق گذاشتن باشم نبودن. نقل میکنن که وقتی که پسر ایشان ابراهیم در دوران خردسالی از دنیا رفت، خب پیامبر اکرم آمدن موقع دفن او، پیامبر گریستن بالا سر جنازه وقتی که دفنش میکردن. بعضی از اصحابشون آمدن گفتن آقا پیامبر و گریه، اونم برای مرگ؟ فرمود آری پیامبر و گریه، چون پیغمبر چشمه جوشان عاطفه و احساسه. میگریم اما شکایت و جزع نمی کنم، من پدرم، گریه میکنم اما برداشتی از مرگ نمیکنم که اون برداشت خلاف توحید باشد و باعث خشم خداوند بشود، جزع نمیکنم. بعد حالا اون اتفاقی که اینو حالا فرمودن قلب من میشکند، چشم من میگرید، اما با مرگ درست مواجه میشم، ولی من احساسات دارم. پدری که در فراق فرزندش نگرید که پدر نیست. حالا اون تیکه که میخوام بهش استشهاد کنم اینه، اون روز اتفاقا خورشید گرفت، کسوف شد، تو مردم شایع شد که این خورشید گرفته به خاطری که آسمان عزادار ابراهیم، یعنی خورشید به خاطری که پسر پیغمبر از دنیا رفت گرفت. پیامبر اکرم در همون وضع همون روز مردم رو خواست و در یک سخنرانی ایشون، در یک خطبه، در یک صحبتی فرمودن که مردم این خورشید که امروز گرفت آیه خداست، اما گرفتگیش هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من نداره، هیچ ربطی. مردم خورشید و ماه برای مرگ کسی یا تولد کسی نمیگیره، یعنی کار رو برای کسایی که بعد ازی هم تا الان بخوان یه مرتبه از خسوفی کسوفی چیزی حق بازی پاچلی را بندازن عوام فریبی بکنن، خط اونا رو هم کور کرد تا آخر. شما بعضیا گفتن که حالا شما خودتون نخواستین استفاده کنین، چرا کاروبار ما رو کساد کردی؟ برای بعد گفت خورشید و ماه برای مرگ کسی نمیگیرد، اینها هر وقت دیدید خورشید یا ماه گرفت، فاذن کسفا فصلوا، نماز بگذارید. اینها آیه خداست. یعنی اولا میگه با مردم میگه من با شما تو احساسات انسانی تفاوتی ندارم، برخلاف این مرید بازها و متنبیان که ساحر و کاهن و شاعر که همیشه دنبال مریدن، دنبال تفاوتن، ولی تفاوتای دروغی با بقیه مردم. و بعد بهترین بهانه برای بازارگرمی که مردم هم شاید واقعا نمیتونستن ابطال بکنن، بگن که نخیر این برای مرگ ابراهیم نبوده، او رو نه تنها از دست میده عمدن، بلکه اصلا خرابش میکنه که بعدا هم کسی نتونه دیگه استفاده کنه. و سوم اینکه از همین حادثه هم برای آرمان توحیدش و برای ارتقاء سطح درک مردم و برای نشر تفکر توحیدی استفاده میکنه. نگاه پیامبر به مردم و به حقوق مردم شما این سراسر
بحث حقوق مردم و هدایت مردم. تو جنگ احد که زدن پیامبر رو مجروح کردن، دندانش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، پاش مجروح شد. اونجا داره که بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر بودن، گفتن آقا این مردم رو نفرینشون کن، تو داری برای هدایت اینا مبارزه میکنی، به خاطر سعادت اونا داری مبارزه میکنی، بعد اینا باید اینجور برخورد میکنن. اونجا داره که پیامبر دندانشون رو در دستشون گرفتن و رو به آسمان گفتن که اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن، خدایا راه رو بهشون نشون بده. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم، نمیدونن من دنبال چه هدفیم. یعنی نفرینش دعا بود که خدایا راه رو به اینا نشون بده، اینا کورن. تو جنگ بدر داره وقتی اسرای دشمن رو می آوردن، بسته بودن به زنجیر می آوردن، که پیامبر فرمود هر کدومتون به 10 مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزید آزادید و چه و چه. بعضی از این دشمنای قدیمی پیغمبر تو اسرا بودن، از دور دید که پیغمبر ایستاده داره لبخند میزنه. همطور که آوردن اسرا رو از جلوی پیغمبر رد کنن، یا آمد جلوی پیغمبر به پیغمبر گفتش که بله دیگه بایدم بخندی، حالا ما رو گرفتی و مثلا ما تو دستتیم و اینا، بایدم بخندی. پیامبر فرمودن نه، من به اون دلیلی که توفک میکنی من نخندیدم، من میخندم از این که شما رو با زنجیر باید ببرم به بهشت، با زنجیر باید ببرم تون بهشت، من میخوام به شما خدمت کنم، با من شمشیر میکشید. اصلا ایشون فرهنگ زندگی رو، فرهنگ سیاست رو، فرهنگ حکومت، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ خانواده، همه رو تغییر داد، روابط انسانی رو. ایشان آمد فرمود به مردم که مردم کلکم را، من چوپان نیستم شما گوسفند، همه تون چوپانید، کلکم را، همه تون چوپانید، و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون خودتون رو در برابر مردم و سرنوشت جامعه مسئول بدونید. نگید دیگران پیغمبر هست، رهبری هست، حکومت هست، اینا مسئولیت میفهمن و عمل میکنن، دیگه به ما چی مربوطه. این حس مسئولیت پذیری و شخصیت دادن به مردم. پیامبر فرمود که یا در واقع مسئله حکومت، که به حکومت به چشم امانت الهی و امانت مردم نگاه بکنید، نه به چشم یک چیزی که مستقلن هست، و با مردم درست مدارا بکنید. ایشون وقتی که چیز رو معاذ بن جبل رو میفرستادن برای یمن، از جمله آموزش هایی که دستوراتی که در واقع بهش دادن اینا بود، فرمودن که یسر ولا تؤثر، بر مردم آسان بگیر، سخت گیر نباش، و بشر ولا تنفر، مردم رو متنفر نکن از دین، به مردم بشارت بده، ظرفیتشون کمه، اینا تازه مسلمونن، ظرفیتشون رو رعایت کن. وقتی حضرت امیر به یمن میرفتن، حضرت امیر آمدن خدمت پیامبر گفتن اذنی، منو موعظه کن رسول الله، رهنمود بده، من دارم میرم یمن. از جمله چیزایی که اونجا فرمود پیامبر بهشون فرمودن که وقتی نماز جماعت باشون میخونی، نماز جماعت طولش نده، مراعات این ضعیف تراشونو بکن، نماز زود تمومش کن، تازه مسلمونن، هنوز آمادگی برای تعقیبات و نوافل و مقدمات و مؤخرات و اینا نداره، این نماز در حد همون واجبات، خیلی مراقب باش اینا که ظرفیتشون کمتره، متنفر نشن از دین و از عبادت، اینا رو باید کمکشون کرد، پله پله باید بیرون، یه مرتبه نبرش رو سقف، مراعات ظرفیت مردم و مدارا کردن با اونها، سخت گیر نکردن. البته این آسانگیری و مدارا غیر از مداهنه و سهلنگاری و سازشکاری بر سر حقایقه. یا این که اصلا جزء تعالیم مسلم اسلامه، که پیامبر اصلا آیه قرآن است که فرمود، خداوند خطاب به پیامبر فرمود که شاور هم فل امر، با مردم در امور اجتماعیشون، در چارچوب وحی، اونجاهایی که خلاف دین خدا نیست، با مردم مشورت کن، مشاوره کن، از مردم نظر بخواب، شریکشون کن، درگیرشون کن با مسئله حکومت و اداره جامعه. حاکمان مستقلا جامعه رو اداره نکنن، مردم جداگانه زندگی بکنن. شاور هم فل امر، با مسئله اداره جامعه و حکومت با مردم مشاوره کن، مردم رو مشارکت بده، کاری کن مردم احساس کنن همه‌شون درگیر این کارن، حکومت رو همه مردم احساس کنن خودشون دارن اداره میکنن. این منطق قرآنه و منطق پیغمبر اکرمه، که دستور بده اما فقط دستور ندید، مردم رو با مسئله حکومت درگیرشون بکنید. این که با
مسئله